ترم تپ تپ ترم رت تم تم ترم بابام. درود بر شما، بامداد نکو، آدینتون بینی که بنده اهورانیازی هستم. امروز جمعه 27 بهمن 1402 مصادف با 16 فوریه 2024 هستش. با افتخارم ادامه خبر امروز رو براتون میخونم. یکی از خبرهای مهمی که امروز باز هم پوشش خواهیم داد در مورد کوروش کمپانی 48 ساعته که از پایان کلاهبرداری علنیشون میگذره و جمع کردن و رفتن. یه ویدیو منتشر شده که ایشون رو توی دبی دیدن. حالا به این مسائل ادامه میپردازیم، بریم بخش سرتیتر اخبار رو بعدش در چنین روزی بسیار نابیمون رو پشت بندش بریم سراغ اخبار اصلی. اخباری که امروز براتون میخوریم در مورد تیک تاک هست، یوتیوب هست، گلکسی زی فولد 6 هست، آنر ماجیک وی 2 هست، چند تا خبر نرم افزاری اندرویدی و هوش مصنوعی داریم و یه هوش مصنوعی که انقلابی اومده برای مت به ویدیو، باورتون نمیشه از لحاظ عمل کردی. و در مورد گلکسی A35 هم صحبت خواهیم کرد. اخبارها خیلی زیاد بودن، برای اینکه ویدیو طولانی نشه من کمی اینها رو دستچین کردم. دقیقا در چنین روزی سال 1968 16 فوریه در آلاباما خدمات اورژانس 911 یا 911 یا 911 راه اندازی شد. این چیه؟ این یه کامپیوتره. درست می‌فرمایید. اما هر کامپیوتری نیست، خیلی بامزه است. دقیقاً در چنین روزی 16 فوریه اما سال 1984 اولین کامپیوتر پورتیبل IBM رونمایی شد. این کامپیوتر پورتیبل بوده. کیبوردش رو می‌بستی می‌شد یه چمدون خیلی گنده می‌بردیش. حالا مشخصات رو داشته باشید، وزنش بهتون میگم، عجله نکن. پردازندهش یه پردازنده 4.7 مگاهرتزی بوده، دقت کنید مگاهرتز نه گیگاهرتز. نوع پردازنده اینتل 8088 بوده، مانیتورش 9 اینچی بوده، فلاپی درایو میخورده، از اون بزرگاش تازه 5.25 نموز کوچیکترم و تحت عنوان داس 2.1 اجرا می شده. وزن 30 پوند، معادل 13 کیلوگرم. قیمت 2795 دلار. یاد اپل ویژن پرو نیفتادید؟ طبیعتاً هر چیز جدیدی در تکنولوژی میاد ابتدا قیمتش خیلی بالاست. بعد شما تصور بکنید 2795 دلار سال 1984 خیلی با ارزش تر از الان بوده. یعنی من فکر میکنم برو رو 4500 اینطوری ها. خبر اول اختصاص میدیم به اینکه تیک تاک روی اپل ویژن پرو لانچ شده. میخوایم شیوه اینکه کار میکنن رو براتون شرح بدیم. خیلی خوب، به اپ استور میرن، میخوان تیک تاک رو دانلود کنن، تیک تاک رو دانلود میکنن. چه بامزه است. This cool. میرم فضاشو دیگه، چیز خاصی نداره. یوتیوب قابلیت ریمیکس موزیک ها رو به بخش شورتز اضافه کرده، اینطوری که شما موزیک ویدیوی مد نظرتون رو انتخاب میکنید، دکمه ریمیکس رو میزنید، بعد میرید تو بخش شورتز و میتونید به صورت گرین اسکرین، یعنی کات میشید شما روی تصویر موزیک ویدیو، بعد میتونید بهش ریاکشن بزنید. این شکلی شما مشکل کپی رایت نخواهید خورد. و یه راهکار دیگه هم هست، اینی که یه تیکه از ویدیو رو به فکر کنم مدت 5 ثانیه بتونید تو ویدیوتون استفاده بکنید بدون اینه که باز هم مشکل کپی رایت بخورید، ولی بعد از طریق دکمه ریمیکس این کار رو انجام بدید. سلام، وقتت بخیر احسان جون. ببین نگاه کن، ماجراش اینه که از لحاظ حقوقی که هیچ مشکلی نداره، آن چیزی که واقعی شما بیان کردید. از دید کاربرها دو دسته کاربر داریم، یکی اونهایی که آتیشی مذهبی هن و میگن که توهین به مقدسات اصلا خط قرمز و نباید انجامش بدید. تو خود بدن دولت هم این موضوع رو پرداخت میکنن. اما مسئله ای که هست اینه که با این بنده خدا چه کار است این وسط؟ وقتی فضای کار یوزر بیسه، تو که نمیتونی کاریش بکنی. کاربر داری یه فعالیتی رو انجام میده، تو نمیتونی هیچ کاری براش انجام بدی. ویدیو ساختن بهش نه بد نیست، به جوک بگیری موضوع رو که هنر خودت هستش، ولی ببین نگاهت به سایت دیجیکالا باشه ها، یعنی یه کمی دستگاه قضایی رو دیس بکنی اوکیه، اما اشاره مستقیم به سازمان مربوطه نکن، ولی سایت دیجیکالا رو بگیری ملت خوششون میاد. گلکسی زی فولد 6 خبرهایی ازش هست که احتمالاً
همچنان با دوربین 200 مگاپیکسلیش باقی بمونه. 5 مگاپیکسلیش باقی بمونه و به 200 مگاپیکسلی ارتقا پیدا نکنه. ببین 5 یا 200 مگاپیکسل من خیلی کاری ندارم. کلاً سامسونگ در زی فولد ها نسبت به قیمت عملکرد خوبی از دوربین قرار نمیده. من نمیدونم چرا. گوشی به اندازه پدر جد من گرونتر شده قیمتش. این فاصله خیلی زیادی داره. خب چرا دوربینش خوب نیست؟ چرا دوربین سلفی خوبی نداره؟ و اینها شکست های بزرگی برای این برندم به نظر من. استراتژیشو من درک نمیکنم. خب GSMR اینا یک ویدیوی یک محتوای جالبی منتشر کرده از تست عمل کرده باتری Honor V2. Honor Magic V2 گوشه تاشو Honor هستش که اومده استودیومون. اتفاقا ویدیوشو به زودی منتشر میکنم. تست ساعتشو عمل کرده باتریشو گرفته، میگه که 10 ساعت و نیم کار میکنه، در صورتی که Z Fold 5 12 ساعت رو همراهیتون میکنه. وان پلاس اوپن که از این بازی خارج شد 12 ساعت. اوپو فایند N هم جالبه که فرق دارن با هم 11.5 ساعت. آیفون 15 پرو مکس در مقایسه 16 ساعت. گلکسی اس 24 اولترا 13 ساعت. مگه بگم حالا این حالت باز شده شه. در حالت بسته اش عمل کرده آنره بهتر از سامسونگ است. فکر میکنم به خاطر رفرش ریت پایین‌تره. 13.5 ساعت در برابر با 13 ساعت. تصویری که مشاهده میکنی توسط هوش مصنوعی سورا که یک پلتفرم جدید معرفی شده توسط اوپن ای آی هست. چقدر توسط گفتم. ساخته شده. سورا ترند ترین خبر تکنولوژی الان در جهانه که تو توییتر بنویسید سورا اصلا هشتگش ترنده در حوزه تکنولوژی. خیلی خفنه. این تازه بازی ویدیو خیلی مسخره است ازش من پیدا کردم. یه ویدیو الان بهتون نشون میدم عشق کنید. خیلی خب اینم گوشی بعدی سامسونگ که داره توی گوگل پلی کنسول نام و ایناش دیده میشه. گلکسی A35 با اگزینوس 1380 8 گیگ رم و نمایشگر HD AMOLED فول HD. البته یه موضوعی رو باید در نظر بگیرید، اونم اینه که برندی مثل سامسونگ کلن اهمیتی براش نداره میان رده هاش، جز مثلا سری A5ش و خیلی بی سر و صدا گوشی ها رو میده بیرون. واقعا من خرید اینا رو خیلی پیشنهاد نمی کنم. مثلا A5 خوبه، حالا 53, 54, 55، ولی میدونم مشکلات اقتصادی بسیار داریم، اما این گوشی هایی هن که از طرف خود برند هم اصلا اهمیت خیلی ندارن. فکر کنم برنده بهش توجه نمی کنه دیگه، طبیعتاً خدمات پس از فروش خوبی هم بابتش دریافت نمی کنید. خیلی خب آخرین خبر از این بخش رو اختصاص میدیم به کوروش کمپانی. دو تا موضوع رو در موردش پوشش میدیم. مورد اول، چقدر پول بالا کشید؟ 2000 میلیارد تومان به گفته وباموز. مورد دوم، داستان افرادی که تبلیغش کردنه. به صورت عمومی افراد که نمیدونن دارن کلاهبردار رو تبلیغ میکنن، پس شریک جرم نیستن، اما مسئولیتی دارن در رسانه‌شون. من این آقا رو و تمامی سلبریتی هایی که رفتن کوروش کمپانی رو تبلیغ کردن رو دیس کردم، اما یک واقعیتی هست، اونم اینه که خیلی از افراد نگاهشون مثل عام مردمه، نگاه کارشناسانه این ندارند و میگن که اوکی دیگه داره آیفون رو میاره دیگه، دلایلشون براشون قانع کننده است که تبلیغش کنن. در پایان میخوام به یک نتیجه گیری برسم، اونم اینه که هر جا تبلیغی دیدید خیلی اغواگرایانه است، کمی بهش فکر بکنید. مهم نیست کی معرفیش میکنه. ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که هوش مصنوعی و تکنولوژی های دیپ فیک میتونن یه کاری بکنن که تو فکر کنی یه نفر واقعا گفته اینو، در صورتی که اصلا رو روحش هم خبر نداره. اوکی؟ پس هر تبلیغی دیدید بهش فکر بکنید خودتون رو. مهم نیست کی داره تبلیغش میکنه. تو بگو یک دنیا. شما پشت پرده هیچ داستانی رو نمیدونید. اون ویدیو بود که میگفتم بفرمایید نگاه کنید. این ویدیو با هوش مصنوعی ساخته شده. کی باورش میشه؟ 30 ثانیه ویدیوه. تو نمیفهمی این واقعی نیست. ریز جزئیات از دورش هم واقعی است. مانند پاهای دیگر آبرین در انتهای قاب. خزان. مطالعه جدید در چین میگوید که آلودگی هوا موجب افزایش خودکشی میشه. آمازون در حال توسعه بزرگترین مدل هوش مصنوعی تبدیل متن به گفتار است. برای تولید محتوا خیلی به درد میخوره. روسیه به تولید واکسن‌های سرطان نزدیک شده است. اوف. وزارت دفاع آمریکا فاش شدن اطلاعات بیش از 20,000 کارمند خود را تایید کرد. دیروز این خبرش رو براتون خوندم که شرکت استبیلیتی AI با معرفی استیبل کاسکید یک
روی جدیدی از تصاویر خلق شده توسط متن به تصویر از نقطه سرخط رو معرفی کرده. اسپیس ایکس 100 ماهواره استارلینک قدیمی خودش رو از ماه مدار خارج میکنه. ماهواره نسل جدیدش از طریق لیزر به هم متصل میشن و در نتیجه موجب میشه پوشش دهی اینترنت و کاوریج قوی تری داشته باشن. در نتیجه اون قدیمی‌ها رو میاد حذف میکنه. اپل همچنین داره روی یک ابزار هوش مصنوعی برای متحرک کردن تصاویر استفاده میکنه. اینم که نظر مارک زاکربرگ بود که گفتیم، اما دستاورد یک محقق ایرانی راهی ایمن برای ذخیره سازی زباله‌های هسته‌ای فراهم میکنند. ای بابا، به سبب ضعف در وی پی ان میخواستم براتون توییتر گردی کنم و موفق نشدم. خیلی خب، خبر امروز در همینجا به پایان میرسونم. این هوش مصنوعی خیلی چیز خفنیه، دوست دارم براش ویدیو بسازم، امیدوارم بشه بهش دسترسی پیدا کرد. میرم راجبش تحقیق میکنم، اگر بشه 100% ویدیوشو خواهم ساخت. دوستتون دارم، خدایا رو نگهدارتون، خدافظ.